سید احمد بلند نظر متولد 1326 در قم. میهمان این برنامه پایش یکی از موفق ترین کارآفرینان و فن آفرینان ایرانی در بخش کشاورزی است. پدر وی روحانی محل و در عین حال کشاورزی ساده بود. سید احمد بلند نظر در اوایل پیروزی انقلاب در نهادهای انقلابی مشغول بود و در کمک رسانی به جبهه ها از استان مرکزی نقشی فعال داشت. بلند نظر در سال 58 وارد کار کشاورزی شد و با تلاش شبانه روزی موفقیتی استثنایی به دست آورد و توانست با فناوری ابداعی خود در کویر اطراف قم زیتون مرغوب پرورش دهد. میهمان این برنامه پایش بارها به عنوان کارآفرین برتر و کشاورز نمونه انتخاب شد. سید احمد بلند نظر رئیس شورای ملی زیتون در ایران و مشاور شورای بین المللی زیتون در اسپانیا بوده است. وی این روزها بیشتر وقت خود را صرف تشویق جوانان و دانشگاهیان به کارآفرینی و تولید می کند. قدیم رسم بود، میگفتن که کسانی که میرفتن شناسنامه بگیرن، اون موقعا که شناسنامه برای اولین بار تو ایران اومده بود، اسم فامیل خب مردم نداشتن، نگاه میکردن مثلا ببینن که طرف قدش بلند بود، میگفتن مثلا بلند قد، مثلا چه میدونم ژنده پوش بود، میگفتن آقای فلانی مثلا ژنده پوش. این فامیلی آقای بلند نظر خیلی به در واقع کارایی که کرده و ویژگیش میخوره. اگه برنامه امشب بخش کارآفرین رو ببینید حتما با ما موافق خواهید بود. آقای بلند نظر خیلی خوش اومدید. خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالیم شما رو ببینیم. آقای بلند نظر یه خورده بیشتر از خودتون برای بیننده‌های ما بگیم. حالا اونا که گفتم دو شاهدم زیادی گفتم. ما به هر حال وظیفه‌مون انجام دادیم و فکرم می‌کنم که بیشتر از این باید کار می‌کردیم. به هر حال این مملکت رو کی می‌خواد بسازه؟ بله ما خودمون بعد بسن. سال 58 هم اونجا مشغول شدیم. یک کویر تفتیده بود که یه بوته خار نبود، من کلبن آبم سایه اون بگذارم، آب از قم می آوردم. حالا چرا رفتین تو کویر؟ این همه جای سرسبز بود، آباد بود، میشد زیتون پرورش بدین. بیابون نشینم و کشاورزم، همه جوری خودمونی حرف بزنیم، راحت باشین. بله راحت هم هستم، خاطرتون جمع باشه. حالا همه خوابیدن مردم، ولی حالا دیگه نه، اونایی که میخوان صحبت شما رو بشنوند. چه جواب بدیم؟ ساعت 10 میخوام امشب تا این موقع ما رو نگه داشته شما اینجا. این سوال رو آقای استوارت هیوم سفیر استرالیا در ایران آمد مزرعه رو بازدید کرد، همین سوال کرد. خیلی سوال جالبی بود. بعد که مثلا میدونید تو نگاه اولین ما این همه جای سرسبز و خوش آب و هوا داریم، چه کبیر سوالیه. بله از کردم این سوال اولین بار ایشون کرد و بعد که اومد بازدید کرد گفت من میرم مزرعه تو رو برای کشورم گزارش میکنم. سال 76 بود. گفتم چرا؟ گفت مردم دنیا راجع به ما اشتباه میکنن. گفتم اشتباه این چی؟ گفت ما اراضی ساحلمون حاصل خیزه، میلیون ها هکتار در استرالیا ما کویر داریم، میرم می گزارش بدم که ایرانی ها موفق شدن در کویر زیتون پرورش بدن. بعد اینا رو صحبت کرد، من گفت یه سوال خصوصی دارم. گفتم که بفرمایید. گفتش که تو که میگی من اول اومدم 58 اومدم. گفتم بله. گفت شما تو ایران خوزستان داریم؟ گفتم بله داریم. گفت گرگان ما گلستان نشده بود؟ گفتم بله داریم. گفت دشت عمران قزوین، تو برای چی اومدی تو این کبیر؟ اینجا چیزی پیدا کردی آمدی؟ اینو من دارم اضافه میکنم، منظورم که مثلا یه گنجی من پیدا حال کشاورزی اینا همین جاست دیگه، همین درخته. یه دقیقه نگاه کنین آقای بلند نظر. بله دیگه همین است. این اسمش باغ فدک. فدک بله، مزه کشت صنعت زیتون فدک. من بهشون گفتم پاسخ سوال شما رو من با یه سوال خودتون میدم و اون این که چند درصد خاکای ما حاصل خیزه به نظر شما؟ عدد و دقیق گفت. سوال خیلی مشکلیه، خیلی کار میبره این سوال رو بگیم. به حدود 15-16 درصد بود. من اون موقع 36 میلیون جمعیت بود، یه ذره رو تقسیم کردم. پس بنابر تو اراضی که شما میگی ما برای 9 میلیون نفر میتونیم غذا تهیه کنیم. اگر آمدیم این کویرها رو آباد کردیم، از اینجا برای ملت غذا تهیه کردیم، شاید یه کاری کرده باشیم. ولی خاک حاصلخیز و آب شیرین و فراوان که هنر نیستش.
بنابراین تو این مزرعه من 16 سال خاک می‌خریدم. آقای بلند نظر، مثلا من خودم باشم میگم به من چه، مگه من مسئول اینم که برم برای اون بقیه کار کنم؟ میرم یه مزرعه سرسبز و آباد و جای خوب پیدا میکنم، آب فراوان، خاک خوب، هوای خوب، اونجا کار میکنم. حد اکثر خیلی آدم زرنگ و زحمت کشی باشم. این که برم بیابون رو درست کنم، نمیدونم، خورده به قول اون سخیره. نه من جزارت نمی کنم، گفتم مثلا شاید اینجا مثلا گنجی چیزی بوده، شما خواستین زیر درخت ها پنهان کنین. آره اینجوری بوده. اون آقای سفیر هم همین سوال، وقتی من بهش گفتم که اگر که ما آمدیم از این کبیرها غذا تهیه کردیم شاید کاری کرده باشیم، تابستون بود، پیرن تن من بود، عجیبش یه چیز طلا در بود، کوچیک بود، آرم کشورشون بود. بله. یه کارت ویزیت امضا کرد، هیوم گفت تو هر وقت استرالیا میخوای بیا همه چی برات آماده است. و شما رو غر میزنه. حالا ببینین آقای در این موضوع این است که آقای نظر واقعا شما اینا رو از تو اون بیابونه در آوردین. خیلی جالبه. فیلم زندهش هست. خب مثلا الان درشتم هست. یعنی بله. دست شما درد نکنه. نمیدونم، یعنی واقعا تو اون بیابونی که آدم احساس میکنه مارمورکان به سختی بله. ممکنه زندگی کنن. بله. یه مستندی هم آوردن. بله. سال گذشته یه گروه آمدن بازدید مزرعه، چون سالی 10,000 نفر از این مزرعه بازدید میکنن، از مردم معمولی تا اساتید دانشگاه. یه گروه از امریکا آمده بودن بازدید کردن، یه دعوتنامه دادن که تو باید بیای دانشکده پلان ساینس آریزونا آمریکا. آفرین. دو تا سوال پاسخ بده. یک، ما به دانشجوها میگیم که زیتون متعلق به منطقه مدیترانه است، مال منطقه بله. معتدل اسپانیا، ایتالیا، یونان، لبنان، این کبیر چیکار میکنه بله. و اونقدر بار داده بودن که در واقع من قیم زده بودم. دوم، کاری که میکنیم ریسایکل از همون شاخهای درخت زیتون و علفهای مزرعه جمع‌آوری میکنیم، زیتون از زیتون تغذیه میکنن در واقع. بله. توی سیستم جدیدی که در واقع ثبت اختراع داریم. این رو آقای داری ببینید، پاسخ سوال شما اینه که اگر که من برم یه جای امکانات فراهم باشه، موجود باشه، همه چی آماده، اون خیلی نمیشه بگی کار خلاصه قابل چشمگیری انجام شده. باید نظر اونایی که تو همه امکانات آماده هم هیچ کاری نمیکنن حکمشون چیه؟ یعنی الان ما میلیون ها هکتار زمین های حاصلخیز بله. ناب داریم بله. آب خوب، خاک خوب. اصلا من واقعا گزارش هایی دیدم میگه بعضی از استانهای ما به تنهایی بله. مثل خراسان، مثل خوزستان، مثل فارس میتونه به تنهایی اصلا کل نیاز کشور رو تامین کنه اگر علمی و مکانیزه و خوب از همه ظرفیتاش استفاده بشه. ولی مثلا اون وقت ما کل کشورمون کار میکنیم، بازم توی اقلامی هنوز وارد کننده ایم یا توی بازارهای صادراتی خیلی حرفی برای گفتن نداریم. ولی من عوض بخوام خدمتون، این اگه فعلای ماضی به کار میبردین شاید درست بود، ولی امروز دیگه دیر شده. منابع آبی ما از بین رفته. من ابتدا میخواستم یه تعریفی از کارآفرین بکنم که شما هم دعا کنیم منم کارآفرین بشم، اگرچه الوهای خیلی زیادی به من دادن به عنوان کارآفرین. ولی متاسفانه ما یه کارهای اصلا ضد کارآفرینی کردیم، آمدیم فرصت هامون رو به تهدیدها و محدودیت ها تبدیل کردیم. یک من سریع بگم رد بشم، دریاچه ارومیه یک فرصت بود، اونو به کویر نمک تبدیل کردیم، آبخانه هامون تخریب کردیم، آب رو بی رویه مصرف کردیم، یه چاهمیقای غیر مجاز که بعضن سفره‌های زیرزمینی رو همین موضوع رو در کمیسیون کشاورزی مجلس چند قبل چند شب خدمتشون بودم، گفتم که شما آخه وقتی که چای غیر مجاز رو میان پروانه میدین، اون کشاورزی که بر اساس پروانه رفته سرمایه گذاری که تکلیفش چی میشه؟ این برداشت بیراویه. یه جمله بگم خدمتتون، این مهمه. و یه سفره زیرزمینی وقتی خوابید دیگه خوابید، بله دیگه آب... اگه بارندگی هم بشه دیگه تو آبخان نداری. بله. اون جمله آیه داره، تو این کشور داریم ما 2000 کیلو آب شیرین مصرف میکنیم، 1 کیلو گندم تولید میکنیم. 2000 کیلو میشه 2 متر مکعب. میانگین مصرف ما حالا اون که منابع علمی میگن 6000 متر مکعب نیاز بله. آبیه خالص، 8000 متر مکعب مصرف میکنیم، 4 تن گندم بله. برداشت میکنیم، 2 تن 2 متر مکعب یکی واقعا با منابع داریم بعد بله. بعد برخورد میکنیم. مدیریت به نام آب مجازی بود، وزارت نیرو پیگیری میکرد در بله مورد اینکه حالا اگه شد امشب راجع بهش صحبت میکنیم. شما به سوال نظرسنجی چی جواب میدین؟
دید این سوال ما رو. من بالا از روز تقویم میگین هدفمندی متوقف میشه یا نه؟ عرض کنم من آذر 89 بود اعلام کردن دیگه. بله آذر 89 بله 28 آذر 89 این برنامه که 20 سال قبل خیلی منطقی شروع شد، خیلی عالمانه شروع شد، متاسفانه جلوش گرفته شد. این تقریبا منابع هدر رفت. یه مرتبه اومدی با یه شیبی تندی شروع کردیم. از اون من گفتم این حذف یارانه هاست، هدف من کردن یارانه ها نیست. و الان هم اعتقاد دارم به همونه که شیب خیلی تنده و در واقع تولید کننده ها باید ضربه های سنگینی تحمل کنن. به علاوه این مشکلات تحریم هم شما بهش اضافه کنید. بنابراین پاسخگو نیست. من جوابم منفیه. ببینیم بیننده ها چی گفتن. آقای اسفندیاری چی گفتن بیننده؟ من نکته درباره نظرسنجی اینه که به ما گلایه کردن که این سوال ممکنه خیلی متوجه نشده باشن بعضیا. من توضیح بدم چند نفر اینو گفتن. مثلا بیننده گفته که بهتره که شما بهتر توضیح بدی درباره سوال که در هر کدام چه وضعیتی برای مردم ایجاد میشه. 0917252522 یا بیننده گفته اونایی که خیر گفتن سوالو نفهمیدن. 0915575. ببینید ما سوالمون اینه، با توقف فاز دوم هدفمندی یارانه ها موافقید یا نه؟ یعنی چی؟ فاز اول که هیچی، اون فاز اول سر جاش هست، اصلا هیچ تغییری نمیکنه. اون یارانه های نقدی هر کی داره میگیره داره فعلا میگیره و اون قیمت های حامل های سوخت هم که گرون شده دیگه گرون شده. اما فاز جدید امسال قرار بود یه سری قیمت های حامل های سوخت دوباره باز افزایش پیدا بکنه، یه سری کارهای جدید دوباره انجام بدن، تا الان هم انجام نشده. منتها مجلس اومده میخواد بررسی بکنه، بگی که آقا امسال قرار بود طبق قانون بودجه فاز دومش انجام بشه، یعنی دوباره یه سری قیمت های حامل های سوخت تغییر بکنه. امسال اینو انجام نده دولت، به خاطر اینکه ممکنه تورم دوباره بالا بره، ممکنه دوباره قیمت ها اگه فاز دومش هم اجرا بشه امسال یه مرحله دیگه به اون مرحله قبلی اضافه بشه، ممکنه قیمت ها دوباره بالا بره، تورم زیاد بشه. من فکر کنم آقای اسفندیاری کسانی که گفتن خیر بیشتر منظورشون اینه که مثلا به جای 45 تومن مثلا بگیرن 90 تومن یا بعضی عددهایی که گفته شده. نمی‌خوام قرار باشه تو فاز دوم چرا پول نقدی. بالاخره وقتی شما از محل افزایش قیمت‌ها پول بیشتری در میاری یارانه بیشتری تخص می‌کنی دیگه. این الان دولت الان اولا تو نه، خود این دولت این که دولت الان منابع داره اصلا همون پارسالو انجام بده یا نه یه بحث دیگه است. ولی بر اساس همون قانون شما هر فازی که میری جلو وقتی حامل های سوخت و گرون، حامل های انرژی رو گرون میکنی، آب رو گرون میکنی، چیزهای دیگر رو گرون میکنی، یه منابعی به دست میاد. اون منابع رو باید سرریز کنی داخل در واقع یارانا. چون الان بحثی که وجود داشت، اولا که در دولت، دولت خودش هم موافق داشت هم مخالف. استدلال دولت این بود که دولت میگه که الان خودش اجرا نمیکرد. الان که مجلس میگه مخالفم، میگه نه موافقم. اما یه بحثی که هست، دولت میگه که آقا امسال درآمدهای من در بودجه که مجلس تصویب کرده درآمدم محقق نمیشه. بله. چون درآمدم محقق نمیشه، از راه هدفمندی فاز دوم هدفمندی یارانه ها یه سری قیمت ها رو من میتونم بالا ببرم که با اینا یه پولی در بیارم. بله. که بودجه درآمدش، درآمدم بیشتر بشه. بله. وقتی که استدلال دولت اینه، بنابراین بعید میدونم که بیاد یارانه نقدی خواد بده. خب ببینید اون مال چیه؟ اون مال این بود که در واقع یه بحثی هم مطرح شده بود که بیان از مابعد تفاوت قیمت ارز که بعداً تکذیب کردن. اون تا جزئی که سناریویی بود که وزیر صنعت بعداً تجارت هم گفت، یعنی مابعد تفاوت 1226 بیارن اون رو هم تقسیم کنن. اصلا وعده دو برابر و سه برابر شدن هم داده شد تا 135,000 تومان. منتها تو هر فاز هدفمندی قانون اینو میگه، قانون میگه شما 50% رو باید بریزیم به حساب یارانه نقدی، 20% رو به حساب عمرانی دولت که به پروژه عمرانی کمک کنه، 30%ش رو برای حمایت از تولید که پارسال تقریبا اونجوری که نماینده مجلس میگن هیچی داده نشد، اما دولتی ها میگن داده شد، نمیدونیم. بالاخره بحث این بود که اگر این مبلغ افزایش پیدا بکنه، مبلغ واریز نقدی هم اضافه بشه. منتها اینکه حالا در عمل چنین پولی به دست میاد یا نمیاد اون بحث دیگه است. بذارید یه بار دیگه من یه تفسیر بگم. بله. از این سوال که آقا بله. اگه میخواید فاز دوم هدفمندی یارانها، فاز دوم، فاز اول سر جاشه، فاز دوم اگه میخواید انجام بشه بزنید خیر، اگه میخواید نه فاز دوم انجام نشه، فاز دوم بله. دیگه فعلا تا عید در کار نباشه، بزنید بله. بله خیلی خوب، خیلی ممنون. گزارشی رو به اتفاق نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم داخل استدیو. موسیقی
آیا با طرح مجلس برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا پایان سال 91 موافقید؟ 1. بله. 2. خیر. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال فرمایید. به نظر من مهمترین رمز موفقیت آقای بلندنظر دیده ایشونه که نسبت به دام و دام پروری یه دید گسترده و بازی داره. پدر من حتی الان هم که حالا پابستان گذاشتنشون، ولی با اینها روزی 16 ساعت 17 ساعت کار میکنن، حالا یه مقدارش توی مزده یه مقدارش توی خونه. مطمئنم حتی از جوانم کمتر کسی میبینم که بخواد به این شدت به این صورت کار بکنه. اینجا یه زمین کبیری بوده، حاج آقا زحمت کشیده، بعد الان باغ زیتون شده. همیشه اینو به ما گوشزد کردن که اقتصاد رو اول در نظر بگیرید. تولید به هر قیمت حسرت نیست. ما باید راندمان کارمون طوری باشه که اوتپوتمون با داده هایی که به دام میدیم، چه در از نظر کشاورزی چه از نظر دامپروری، با هم دیگه به حساب همخونی داشته باشه. حتی یه خاطره دارم که میگن البته من اون روز نبودم، منتها یه دونه از خواهرم وقتی خواهر سومی وقتی به دنیا آمده پدرم روز دوم اونو دیده، یعنی حتی موقعی زایمانم توی بیمارستان نبوده. مهمترین چیزی که من ازشون یاد گرفتم صداقتشونه توی کار و اینی که خیلی منظم هستن توی کار. شاید کمتر کارفرمایی پیدا بشه که صبح اول وقت زودتر از به حساب پرسنلش سر کار باشه، ولی خب ایشون این شرایط رو داره. سخت کوش و ساعی و آزاده‌ای، از تبار احمدی دلداده‌ای، یادی از ایام دیرینت کنم، از صمیم قلب تحسینت کنم، داور یکتا نگهدارت بود، جد از زهرا همی یارت بود، رستگاری تو دارم آرزو، فاتحی در یادلی بی گفتگو. اینو تقدیم کردم به آقای بلندنظر و واقعا اینه آقای بلندنظر، یعنی این از هر نظر که بگید توی این حال اگر این شعر ابعاد این شعر رو پشت سر هم قرار بدید میشه سید احمد بلندنظر. آقای بلندنظر وجدان کاری یعنی چی؟ یه حدیثی از پیامبر خدمتتون عرض کنم، این خیلی تو مزرعه به من کمک کرد. فرمودن که رحم الله امرن عمل و اتقنه، خدا رحمت کنه اون کسی که یه کار رو انجام بده و درست انجام بده، که متاسفانه تو ماها نیست. فرق میکنه که اون کار چی باشه یا اون آدم کی باشه؟ اصلا فرق میکنه به این، مثلا من سپور باشم یا وزیر باشم یا وکیل باشم یا قاضی باشم یا چه میدونم، هیچ فرق نمی کنه چه کسی باشین شما و اون کار رو درست انجام بدین. و مهم اینه که آقای دری سر جای خودتون نشسته باشین. اگر هم این کاری رو بلد نبودین گفتن قبول نکنین. بله، اون در واقع من همیشه اون موقع میگفتن که آقا فرض کنین تخصص قابل استخدام، انسان باید تعهد داشته باشه. من گفتم اگه آدم متعهدی پیدا بشه کار تخصصی رو قبول بکنه در تعهدش هم باید شک. ما یه بخشی رو تو برنامه پایش گذاشتیم به نام بخش وجدان کاری، از بینندگانمون خواهش کردیم تو دور اطرافشون هر کسی رو که میشناسن که کارشو خیلی خوب و با وجدان انجام میده به عنوان یه قهرمان به ما معرفی کنن، ما اون از طریق برنامه پایش معرفی بکنیم. خوشبختانه بینندگان با ما خیلی همکاری کردن. ما هفته پیش یه آقای به نام برات علی رو معرفی کردیم به بینندگان، چقدر هم جایزه گرفت، جایزه مکه و مشهد و کربلا. مشهد شما دادیم با خانومش، کربلا و مکه رو در واقع بیننده ها دادن. امشب واقعا یه قهرمانی رو بیننده ها به ما معرفی کردن که بسیار علاقمندیم در مورد اون صحبت کنیم. آقای اسفندیاری معرفیشون میکنین؟ بله، آقای کارگر نمونه یا مأمور فداکاری که اتفاقا بینندگان برنامه ما معرفی کردن، گروه با یکم جلال علیزاده است، مأمور با وجدانی که برای دستگیری دزد در قطار
پاهاشو از دست داد. حالا میخواستن دنبال اون دزد از قطار بپرن پایین. در همین هفته هم چند روز پیش هم اتفاق افتاده. تازه است و تصاویرشون رو میبینید. تصویرش هم اینجاست. اونم احتمالاً بعد خانومشون باشن که دارن ازشون پرستاری میکنن. ما امشب میخواستیم بله ظاهراً هم دو ماه بیشتر نیست ازدواج کردن و دو هفته پیش اصلا به محل ماموریتشون اعزام شدن اونجا. ظاهراً این سارقی رو میخواستن داخل قطار بگیرن که موقع پیاده شدن از قطار دچار همچین حادثه‌ای میشن. واقعا براشون عرضی سلامتی میکنیم. ما هماهنگ کرده بودیم امشب تلفنی با ایشون صحبت کنیم. گفتن امروز عمل جراحی شدن، سرم دارن، حالشون خیلی بده. از مردم تقاضا میکنیم که برای سلامتیشون دعا بکنن و از پزشکان و پرسنل بیمارستان هم حتما البته این کارو خواهند کرد. تقاضا داریم که نهایت لطف رو در حق ایشون بکنن، کسی که زندگیش رو به خاطر خدمتش به خطر انداخته. و همینطور از فرماندهان محترم نیروی انتظامی که در واقع نهایت رسیدگی رو به ایشون و خانوادش بکنن. نمیخوام اوقات بینندگان رو تلخ بکنم، اما در گذشته یه قاعده‌ای بود، قانونی بود، نمیدونم الانم باز توی نیروهای مسلح یا نیروی انتظامی هست یا نه، وقتی یه ماموری شهید میشه یا مثلا جانباز میشه، منفک میشه از اون نیرو، پروندهش میره تو بنیاد جانبازان. اونجا هم نمیدونم حالا چجوری رسیدگی میشه به اینها به لحاظ درمانی، به لحاظ بیمه و بازنشستگی و چیزایی مثل این. امیدواریم که این موضوع مورد توجه باشه. اگر آقای سیاه هم صلاح بدونن، ما هفته دیگه که حال گروهبان علیزاده بهتر شد هم با ایشون صحبت کنیم، هم با سردار احمدی مقدم یا سردار رادان توضیح بدن که سرنوشت ایشون از این پس چه خواهد شد، یا اون سربازی که توی ورزشگاه نابینا شد، یا امثال اینا که در حین ماموریت به دلیل وجدان کاریشون دچار مخاطراتی میشن. از بینندگانمون خواهش میکنیم برن تو پایش tv.ir، حتما به ما عکسای این چنینی، افراد این چنینی، موضوعات این چنینی رو معرفی بکنن. ما هم در پایش در مورد اونها صحبت خواهیم. جایزه هم بهشون دادیم دیگه آقای. بله بله، یه سکه طلا از طرف برنامه پایش تقدیم میکنیم به آقای علیزاده، انشالله که مبارکشون باشه. البته که این اصلا هیچی نیست، این ابدا در مقابل فداکاری ایشون و گذشتی که ایشون کردن اصلا بیشتر به هیچ چیزی شباهت نداره، اما وسع و توان ما همینه. امیدواریم که از ما بپذیرن. اگر بینندگان دیگری هم علاقه من بودن که به این پلیس وظیفه شناس و فداکار هدیه‌ای تقدیم بکنن، از طریق برنامه پایش میتونن هدیهشون رو تقدیم بکنن. خب بریم برگردیم به بحث کارآفرینیمون. آقای علیزاده، خیلیا وقتی که باهاشون بلند نظر هست، آقای بلند نظر، اینقدر گفتم آقای علیزاده اسم ایشون همش توی ذهنم مونده، خیلیا وقتی میخوان یه کاری رو شروع کنن میگن که مثلا ما اینقدر مثلا ایده رو داشتیم ولی رفتیم بانک بهمون وام نداد، یا مثلا این کمک ها رو به ما نکردن. همه اینا درسته ها، ولی بالاخره که چی؟ یعنی اگر قرار باشه هر کس یه ایده ای داشت بره توی بانکی، بانک بهش پول نده، ایدهشو تعطیل کنه، به نظر شما تکلیف کارآفرینی توی این کشور چی میشه؟ اینکه بانک و نهادهای مالی و دولت باید به وظیفه‌شون عمل کنن اصلا بحثی نیست ها، اونا حتما باید کارشون رو بکنن. ما داریم راجع به این ور ماجرا صحبت میکنیم. ببینین خودتون خوب تشریح کردین دیگه، وقتی که اون طرف وظیفه‌اش انجام نمیده، حداقل اینه که سرعت کار این و کارهای این خیلی پایین میمونه. امروز سرمایه یه، من نمیگم نقش اصلی رو داره، نقش اصلی در توسعه نیروی انسانی داره، تو این شک نکنین، تو دنیا هم ثابت شده دیگه. کشورهای بودن منابع زیادی داشتن به جایی نرسیدن، کشورهای بدون منبع الان قهرمان اقتصاد جهان هستن. ژاپن رو شما امریکا یا شخم کردن تو جنگ جهانی دوم ژاپن رو، ولی امروز کجا قرار دارن؟ اون نمیخوام بگم نیرو انسانیه، ولی اون چی که مسلمه از قدیم با بودن با دست خالی نمیتونی شما کار بکنی، یه دست تا نداری. حالا اینکه سرمایه رو بانک ها بدن یا به حال دولت یه جای تامین کنه، اون یه بحث دیگه. ما نمیخوام بگیم بانک ها اینطور. شما سرمایه از کجا آوردی؟ من سال 58 که شروع کردم، حالا تو رزومه هم نوشته شده من آدم حسابی بودم، به روز افتادم. الان خیلی هم عالی. بله، من قبلا تجارت فرش ابریشم داشتم، دانشکده فارغ التحصیل شدم، مشغول کار تجارت بین‌المللی شدم. بعد از انقلاب آقای بلند نظر، خیلی ها که کارخونه دارن و کشاورزی دارن و ملک دارن و میفروشن،
میرن باش تجارت میکنن، شما از اون ور اومدین تو تولید، یعنی مسیر دقیقاً همین انقلاب که شد من واقعا آمدم تجارت رو رها کردم، تجارت پرسودی هم داشتم و در واقع زراعت رو شروع کردم. بله. بعد هم آمدم گفتم بیا چیکاره بشه چیکاره بشه، به اون کارم زراعت رو به اونا ترجیح دادم و خیلی خدا رو شاکرم که هر کم میگه چی شد آمدی اینجا دنبال این کار تو این کویر، میگم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، او هدایت کرد. اما این نکته که خدمت عرض کنم، یه دونه ماشین بنز آخرین مدل داشتم، اونو فروختم یادم 1,140,000 تومان سال 1979 میلادی 58 شمسی خودمون و یه حلقه چای عمیق زدم تو اون کویر، 3 کیلومتر خط برق کشیدم، یه تراکتور خریدم، 80 هکتار گندم کاشتم، تو بهمن ها تموم شد. عجب. از اون موقع تا حالا که 33 سال میگذره مرتب از خودش در آوردم، هزینه خودش کردم. منتها یه نکته پیش آمد برام سال 86 که تبدیل شد به یک باغ زیتون پر محصول با درختای خیلی بزرگ. یک شب سرما اومد، اون سرمای سال 86 آره. منهای 23 درجه تمام درخت های زیتون رو خشک کرد. شوخی میکنین؟ نه شوخی نمیکنم، آثار یعنی جنس. شما از سال 58 تا سال 86 28 سال هر چی کاشته بودین نابود شد رفت و فقط به فقط این آیه الذی نقال و ربنا الله ثم استقام و ماشاءالله. و یه استدلالم برای خودم داشتم، میگفتم خودش سبز کرده، خودش خوش کرده، خودش دوباره سبز. اینا مال قبل از 86؟ نه اینا مال امساله. یعنی 86 شما دوباره درخت کاشتین؟ در درخت خودشون اون سیستمی که داریم پاجوی زد آمد بالا دوباره سفت. بابا آفرین آفرین. منتها یه نکته آقای ایدری، متاسفانه امروز یه جوریه که وقتی ما خود جوانان یه صدمه میخونن، آسیب میرن، نابود میشن، میمونن، یعنی به لحاظ درونی میریزن. من گاهی اوقات نوه دارم میخوره زمین، مادر میگم بلند نکن بلند نکن، بذار خودش بلند، یه گریه میکنه، دست زخم میشه، پاهاش خود زخم میشه، بذار بلند شه خودش، خود دستشو میگیره بلند میکنه دیگه، هیچ وقت نمیتونه بلند شه. حالا امروز شما دستشو میگیره، فردا کی میخواد دستشو بگیره؟ درسته. اما از اون طرف هم ببینیم بسترها باید فراهم باشه. حالا در نظر خیلی وقتا خیلی ها فکر میکنن کسانی که توی مسیر کارآفرینی موفق بودن همیشه موفق بودن، افت و خیز نداشته. یعنی واقعا الان که گفتین اصلا من یه لحظه اصلا یه جوری شدم، خیلی آدم 28 سال زحمت بکشه یه شب همش نابود بشه. شما چه طاقتی داشتین صبح که رفتین دیدین چه شکلی شد؟ من صبح رفتم تا صبح اونجا آتش باری میکردیم با همین محمد پسرم اونجا. با یک بعد نمونه ملموس بگم، دامداری که اونجا داریم استفاده میکنیم برای کودش برای مزرعه اینا، یه شیردوشی بغل زایشگاه است، یه دونه گاو اونجا خواست زایمان کنه، بچه ها منتظر میشن میبینن که نگرد، میرن شیردوشی، یک ساعت و سه رو بر میگردن گوساله به دنیا آمده یخ زده، میان بلند کنن دومه این میشکنه، منهای 23 درجه شما تحمل نکن. شما اونجا بودین تو اونجا. تا صبح اونجا لاستیک رو آتش بیاریم که باغ گرم کنیم نجات بدیم دیگه. ماشاءالله. بعد که دیدیم نه فایده نداره، اراده کرده خوش بود. تختم نداریم من. خب یک کلیپ رو با هم ببینیم. فقط قبل از اون خواهش میکنم که به سوال نظرسنجی برنامه حتما جواب بدین و همینطور از آقای بلند نظر هر سوالی دارین با 3111 بفرستین، آقای اسفندیاری جمع‌بندی میکنن و از ایشون میپرسن، جوابای ایشون به سوالای شما حتما شنیدنی خواهد بود. خب بریم سراغ سوالات بینندگان از آقای بلند نظر. آقای اسفندیاری، آقا یک کلمه سوال فرستادن ولی خب این یکی خیلی جالبه، همین الان اومد، گفتن که از آقای بلند نظر بپرسید من دکتری رتبه 1 قبول شدم، تو مصاحبه رد شدم، تو مزرعه چقدر بهم میدن بیام کار کنم؟ هر قد که 0910 5986 باشه، هر قد که در ارزش افزوده مزرعه موثر باشه. آفرین. برای ما اونجا ملاک این کار و ایجاد ارزشه، درست، تولید کاراییه. بعد سوال دیگه پرسیدن در چه جایی میشه زیتون کاشت از نظر آب و هوا؟ ببینین قبلا فکر میشد که فقط مناطق در واقع معتدل، ولی ما تو مزرعه 104 رقم زیتون کش کردیم، کارهای تحقیقاتی کردیم، تو اقالیم مختلف باید ارقام مختلف رو کاشت. یه اشتباهی که در کشور اتفاق شده اینه که
اون رقم زیتونی که در رودبار خود بار میداده، فکر کردن در 10 سال گذشته 15 سال گذشته در خوزستان هم همون رقم خوب بار میده. اونجا بردن کاشتن، متاسفانه ده ها هزار هکتار تره توبا شکست خورده. چرا؟ شما گندمی که در همدان میکاره نمیتونید در اهواز بکاری. رقم مورد سازگار با محیط خودشو باید بکاره. بعد سال دیگه پرسیدن که برخورد همکارا و خانواده شما وقتی که از تجارت رفتید وارد کشاورزی شدید چطوری بود؟ یکی از دلایل موفقیت هم همراهی خانواده‌ام بود. ضمناً اونجا یکی از دخترای من فوق لیسانس سلول مولکولی کارهای تحقیقاتی مزرعه انجام میده، یکی دیگه فوق لیسانس صنایع غذایی کارخونه رو اداره میکنه، اون پسرم محمد اونجا. یعنی در واقع اونا خوشحالم، منم خوشحالم. امروز یه چیزی به شما بگم، اگه یه نفر تو این کشور برای بچه‌هاش زندگی درست کنه، کار درست کنه، خیلی به مملکت خدمت کرده. کار درست کنه برای بچه‌اش، درآمد درست کنه، اشتغال ایجاد برای بچه خودش ها و اونا رو سر و سامون بده، دختر شوهر بده، زن پسر بده، بره مملکت. یعنی همینجوری بهشون پول نده بگه شما دست به سیاست نزنید. اون خیلی خطرناک، اون خیلی خطرناک. دست شما درد نکنه آقای اسفندیاری. خیلی خوب آقای بلند نظر عزیز، بینندهایی که الان بیدارن که میلیون ها نفرن، ما نظر سنجیمون اینو نشون میده، جوانن میخوان که کار کنن یا پدر مادرایی هن که نگران آینده شغلی جووناشونن، یه راه حل ساده و البته بسیار بی‌خاصیت اینه که یه نامه بنویسن، یکی رو پیدا کنن، حالا از بالا تا پایین بگن این بچه ما رو یه جا استخدام کنین. یه راه حل هم اینه که بالاخره از این کارهایی بکنن که شما میکنین. چجوری از این کارها بکنن؟ ببینین، من خواستم عرض کنم خودت رو تو آمد، برای حکومت موظفه که بستر کار و تلاش رو برای افراد ایجاد بکنه، اما اون طرف قضیه هم خیلی مهمه. وقتی میان میگن آقا چی باعث شد تو بیای تو اینجا، اون موقع حالا من همه جا میتونستم برم، به اصطلاح سرمایه هم داشتم اینا، و کلید و رمز موفقیت تو این کارا چیه؟ من خودم فکر کردم، سه تا عامل دیدم به شما عرض میکنم. اول تدبیر، بعد توکل، بعد تلاش. آفر. تدبیر. امروز میگن ریسک منیجمنت، مدیریت خطر، مدیریت ریسک. من نه، میگم مدیریت توکل. یعنی من محاسبات رو بکنم، برم اون ارقام سازگار با محیط با کبیر رو بیارم اینجا تست بکنم. حالا که میخوام توسعه بدم 100 هکتار باغ زن درست کنم، حالا که توکل به خدا بکنم. توکل به خدا یعنی که دیمی کار کردن، نه یعنی علمی کار کردن، اساسی کار کردن، تکنولوژی بهره گرفتن، روز 18 ساعت کار کردن، این رو داشته باشم، اون تلاش رو داشته باشم، اون تا توکل بکنم. الان شما روزی چند ساعت کار میکنید؟ مگه به خدمت مرسو الان 18 ساعت شاید باور میکنم. واقعا لازمه اینقدر کار. من رو زنده نگه داشته کار نکنم مریض میشم. تازه یک کمی از نسیم فرمایش بزرگترین شخصیت هستی بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالب، آنچه که انسان را صیقل میدهد کار است. محصولاتتون رو میخواین صادر هم بکنین؟ ما بنا داشتیم که 50% صادر کنیم، 50% در واقع داخل استفاده کنیم. اون سرما ما رو عقب انداخت، ولی تو امریکا بعد از اون، چون ما ارگانیک تولید میکنیم، بله، محصولات بدون کود شیمیایی و بدون سمپاچی، یه مدیر عامل یه کمپانی چند ملیتی اومد گفت تمام اینا رو من میخوام، منتها باید شما گواهی داشته باشید. ما از وزارت کشاورزی امریکا سرتیفیکیشن داریم، گواهی آفه. داریم. سه جا تو امریکا با من قرار گذاشت. من اومدم قم، یک ماه بعد زنگ زد قم چی شد؟ گفتم حالا فعلا من اونقدر ندارم که برای شما صادر کنم. اون سرمایه خود عقب انداخت، ولی امیدوارم تو آینده این کارو بکنیم. میخواین مزرعتون رو توسعه هم بدین یا نه؟ بنا ندارم. چرا؟ چون کارهای تحقیقاتی زیادی شروع کردم اونجا توی مزرعه با بچه ها و اینا، و بهتره که به عنوان یه الگو باشه. این فدک چی میشه؟ فدک باشه. فدک قرار اسمش تو دنیا بره یا نره؟ مثلا تو همون فروشگاه آمریکا اروپا اسم فدک میخواد بره یا نمیخواد بره؟ ببینید اگه بخواد بره بعد توسعه بدیم بره. انقدری که من بدونم به عنوان مثال بگم که تو مناطق گرمسیری چه رقم زیتونی بکارین، دیگران میکارن میبرن میدن. ما دنبال این که کارهای تحقیقاتی تو چه زمینه ای؟ تو زیتون. یعنی انواع اقسام دیگه، یعنی همین الان آقای حیدر تشریف بیار اونجا 5 تا دانشجوی پی اچ دی و
ارشد دارن پایان نامه میگذرونن اونجا ماشالله. هفت ماشالله. تر تحقیقاتی اونجا وجود ماشالله. داره به عنوان مثال حالا من لیستش آوردم تو 2002 یه مقاله داشتیم ما تو کنگره علوم باغبانی جهانی توی تورنتو کانادا بله. که ما چه رقم زیتون رو کنار چه رقم بکاریم که گردافشانی بگونه باشه 25% محصول بالا بره فقط با انتخاب رقم ها همون آب همون کود همون درست. کار همون هرس همه چی شما ببینید انگورا چند رقم انگور میبینید انگور بله. یاقوتی انگور عسکری انگور میتوخانی بله. انواع انگورا زیتون هم اینجوریه تقریبا انواع مختلف داره ولی در گردافشانی چه رقم بغل کدوم رقم بکنه این کار تایید بله کلا آفر خب نتیجه نظرسنجی رو بریم یه بار دیگه ببینیم 56% گفتن با هدفمندی یارانه ها که متوقف بشه موافقن 43% گفتن مخالفن خیر بله 106,000 نفر 82,000 نفر آقای سیاما چقدر وقت داریم؟ بله یکی دو تا سوال کوتاه آقای اسفندیاری خیلی سوال اومده با. اصلا نمیدونم از کجا بپرسم خیلی سوال پرسیدن که نهال خوب یا درخت خوب که تو کبیر بشه تو جای غیر از شمال بشه پرورش داد از کجا گیر بیاریم پیدا میشه باید دنبال کنن وجود داره در واقع آزمایشاتی شده که در مثلا زیتون رو سوال میکنه بله بله زیتون بله این پیدا میشه بعد سوال دیگه پرسیدن که برای یک باغ 20 هکتاری چقدر درآمد برای کشاورز ایجاد میکنند اگر زیتون بکنه اگر تو شرایط اقلیمی دقت کنید خیلی مهمه تو زیتون اولی حرف اقلیم میزنه آب نمیزنه خاک نمیزنه شرایط اقلیمی چجوری باید باشه شرایط اقلیمی ببینید شما مثلا زیتون در منهای 7 درجه تحمل میکنه حتی رشد میکنه اما منهای 7 شروع میکنه خسارت در منهای 16 خوش میشه پس شما در همدان نمیتونید بکارید خب ما یه سوال دیگه هم گفتن که آیا زیتون رو همیشه خوب میخرن؟ بله بله الان تو کشور ما داریم همه سال وارد میکنیم هم کنسرو هم روغن و الان بیشتری مشکل رو در واردات داریم کیلو چند میخرن ازشون؟ متفاوته پارسال میوه زیتون میانگین کیلو 1000 تومان بود امسال کیلو 2200 تومان چون سال آور ناآور داره به طور کلی محصولاتی که خزان ندارن سال آوری دارن خیلی ممنون آقای اسفندیاری ممنون آقای بلند نظر خیلی متشکرم ما معمولا مهمان کارآفرین که میاریم عمده بیننده ها علاقمندیشون میره به سمت اون شغل اینایی بی نداره ولی ما بیشتر به دنبال این هستیم که اون رمز و راز رو چون اون سر رو رمز و راز رو کسی یاد گرفت به هر چی بزنه کیمیا میشه کیمیاگری همینه دیگه آه. یعنی ممکنه که تو دامداری بره یکی تو آه. هر چی مهم اینه که به قول شما تدبیر کنه توکل کنه تلاش کنه من یه خواهش کنم یه جمله خیلی جالب حالا اینم من بگم این ژاپونیا مثلا به این سیگ سیگمای خودشون خیلی مینازن به 6 سیگما درستم هست ما صنعتمون یاد میدیم مثلا این سه تا ته شما خیلی مهمه میتونیم بگیم تریتی نمیدونم حالا تدبیر توکل تلاش بعد بعد من یه جمله بله من یه جمله راجع به کارآفرینی می‌خواستم عرض بکنم که خیلی تعریف کردم متأسفانه این روزا اومدم با اشتغال جایی اشتباه گرفتن بله ولی بله. کارآفرین یک معنی بلندی داره من خیلی خلاصه بگم کارآفرین عبارت از تبدیل محدودیت‌ها و تهدیدها به فرصت چون اون با اشتغال زایی اصلا دو تا چیز جداست. خیلی اینجا حرف دارم منتظر نشد اینجا بزنم اومده بودم اونها رو بگم که شما این ما که خیلی لذت بردیم. دست شما درد نکنه ای بلند نظر. از بینندگان عزیزمون هم خیلی متشکریم از همه همکاران خوبمون در پخش شبکه اول که تا دیر وقت این امکان رو میدن تا با پایش در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. خواهش میکنم برای پایش tv.ir برای ما عکس، فیلم، سوژه، مطلب بفرستین حتماً. در مورد وجدان کاری و افراد فداکار اما از کارگر، مدیر در هر سطح و رده‌ای برای ما بفرستید ما تو برنامه پایش اونها رو معرفی میکنیم به شما شب بخیر و به نوعی صبح بخیر میگیم و روزی سرشار از موفقیت و کامیابی براتون آرزو داریم خدا نگهدار